همچنین منافقین با اعلام تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بین المللی دفاع از پناهندگان ایرانی برای اعتراض به دستگیری افراد مذکور و درخواست آزادسازی آنها از کانال‌های مختلف فراخوان دادند. خ خط تیره انتشار محدود. 5. عملیات مذکور که در نوع خود بی سابقه است، از بیش از 2.5 سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه DST برنامه ریزی شده و مراحل قضایی آن به تدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور تشریح می شود. بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، 16 نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد. به آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان میگویم که در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده ایم. به تاراج دادن بیت المال ملت ایران و تجارت نفت و خون حیطه شما و انصاف و قانون قلمرو ماست. مگر رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این سالها در هر مناسبت و در هر اجتماعی درخواست برگزاری دادگاه نکرده است؟ مگر مریم در برابر هزاران نفر و در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها بارها با صدای بلند اعلام نکرده است که اگر مقاومت برای آزادی جرم است، ما به آن افتخار می‌کنیم؟